و در ادامه نگاهی کنیم به وضعیت امروز بازارهای مالی ایران. همکارم آرش آذرمی هم از طریق اسکایپ همراه ماست. از بازار ارز شروع کنیم. همطور که در جدول می‌بینیم، اگر که جدول رو داشته باشیم، دلار صرافی ملی با 153 تومان تغییر نسبت به روز قبل 0.7% به 23,614 تومان رسیده. آرش، بیشتر از تو بشنویم. خب بله، امروز با روز پرنوسانی رو در بازار ارز داشتیم. قیمت دلار صرافی ملی 0.7%، دلار بازار آزاد هم نهایتاً 50 تومان افزایش پیدا کرد. اما این همه چیزی که در بازار گذشت نبود. تا نزدیک 24900 تومان مرز 25000 تومان هم دلار بالا رفت، بعد از این اخبار زد و نقیزی که از تغییر ریاست بانک مرکزی و برکناری عبدالناصر همتی منتشر شد. ظاهراً تب دلار فروکش کرد و در نیمه دوم معاملات نزولی شد. حواله دلار در سامانه نیما هم کماکان زیر 20500 تومان با تغییر نچندان محسوس نسبت به دیروز معامله شد و یورو 90 تومان افزایش داشت، اما حواله درهم 30 تومان به نسبت به دیروز قیمتش کاهش پیدا کرد. در مجموع بجز این موضوع عبدالناصر همتی، بحث‌های منطقه‌ای و مذاکرات که اخبار چندان قطعی از اون نیامده هم روی بازار تاثیر داشت. اما در بازار رمزارزها که امروز به عنوان مقصر اصلی قطعی برق از سوی وزیر نیرو در مجلس معرفی شد، گفته شد 10% استخراج رمزارز دنیا مصرف انرژیش در ایران انجام میشه که عدد بزرگی است. امروز اما در بازار بیت کوین همینطور که می‌بینیم روند صعودی داشت، بین 33 تا 36 هزار دلار قیمتش نوسان کرد. اتریوم هم امروز روندش در نیمه دوم معاملات به ویژه صعودی بود، بین 2200 تا 2450 دلار در مجموع نوسان کرد و دوج کوین هم هول و هوش 30 سنت کماکان معامله میشه، بین 28 تا 30 سنت نوسان نسبتا محدودی رو داشت. آرش، بازار طلا رو هم با هم ببینیم. بازار طلا هم شاید افزایش قیمت بدیم. سکه تمام با 100 هزار تومان افزایش و تغییر نسبت به روز قبل 0.9% به 10 میلیون و 800 تومان رسید. شاید چه بازاری بودیم؟ در بازار طلا هم بجز نیم سکه که امروز روند در واقع شاید بشه گفت عجیبی رو داشت، 2.5% کاهش قیمت پیدا کرد، با توجه به اون رشد نسبی قیمت دلار و همچنین رشد تقریبا 25 دلاری اونس طلا که به بالای 1900 دلار برگشت، باعث شد که مزنه و طلای گرمی 1.6% بیشترین رشد رو داشته باشه. آرش، بازار بورس هم امروز میخوایم ببینیم. همونطور که در جدول نگاه میکنیم، فلزات اساسی و شیمیایی، فرآورده های نفتی، گروه های بزرگتر رنگ سبز رو دارن، اما رنگ غالب اونطور که به نظر میرسه رنگ قرمز هست برای گروه های کوچیکتر. اگه در جدول بعد هم ببینیم، خلاصه وضعیت بازار سهام رو امروز داریم. شاخص کل بورس 1.5% افزایش داشته، 1,156,000 واحد حدوداً رسیده. بیشتر از تو بشنویم. خب بورس بعد از اون روند صعودی که روز قبل داشت، امروز نتونست چندان اون روند رو ادامه بده. دیروز تمام شاخص‌ها مثبت بودن، امروز شاخص کل هرچند 1.5% رشد کرد، شاخص کل هموزن کمتر از 0.1%، اما افت داشت. این رو در نسبت نمادهای مثبت به کل بازار هم می‌بینیم. فقط 34% بازار امروز مثبت بود، برخلاف دیروز که تقریبا نیمه بیشتر بازار مثبت بود. امروز عملاً بیشتر نمادهای مثبت رو و ما در گروه‌های بزرگ بازار می‌دیدیم. گروه‌های کوچک بازار همونطور که روی نقشه دیدیم اکثراً با کاهش قیمت مواجه بودند. دعواهای انتخاباتی بر سر بورس هم ادامه داره. هر کس سعی می‌کنه به عنوان ناجی خودش رو معرفی بکنه. بین به خصوص عبدالناصر همتی و قاضی‌زاده هاشمی بحث‌های زیادی توی توییتر در مورد بورس در گرفته. نقشه بازار رو هم که می‌بینیم، وضعیت در واقع همونطور که تشریح کردیم برای گروه های بزرگ سبز رنگ بود و در گروه های کوچک قرمز رنگ. ممنونم آرش، با ما بودی. آرش آذرمی همکارم از لندن.